بخشیده به 31 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در میدان نشان دولتی مرکز نایه عینی چورابینی تنتنوی برگزار گردید. در این چورابینی روبرت نایه، نمایندگان از حکومت مملکت، ولایت سوات و ساکنان از 8 جماعت دیهات و شهرک نایه اشتراک نمودند. پس از صدا دادن سرود ملی چورابینی رسما آغاز گردید. روبرت نایه عینی مهمانان و حاضرین را به این نایه خوشمنظر خوش آمدید گفته قید نمود که استقلالیت تنتنه خیرد و اندیشه ملت سالار و کهن بنیاد تاجیک آغاز مرحله نوین دولتداری ملی عامل اتحاد و سرجمعی مردم فداکار و وطندوست ما وسیله مهمترین حفظ رسالت و هویت ملی و مهمتر از همه نشانه واضح هستی ملت به شمار می‌رود. تاجیکستان عزیز ما در 31 سالگرد استقلالیت خود با آرامش و آسودگی و پیشرفت و سازندگیش به یک سرزمین بیش آزاد تبدیل یافته، مردم زحمتکش و محنتقرینش برای باز هم آباد و زیبا گشتن این دیار همیشه سبز یک دلانه تلاش میورزند. در طول 31 سال کشور ما تحت راهنمایی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در راه بنیاد جامعه مستقل دموکراتی قدم های استوار گذاشت. استقلالیت و آزادی در سرنوشت ملت تاجیک گردش کلی با وجود آورد و آغاز مرحله صفتا نوی تاریخی گردید. مرحله نو در نزد مردم تاجیکستان اجرای وظیفه بسیار پرمسئولیت تاریخی، یعنی بنیاد دولت متمدن جوابگو با منفیات های خلق و کشور و ایجاد ارکان دولتداری معاصر را به میان گذاشت. نایه عینی با تلاش های پیگرانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان از نایه اگراری به نایه بزرگ صنعتی تبدیل یافته، سطح و صفت زندگی ساکنانش به مراتب بالا رفته است. در کارگاه و کارخانه های صنعتی که در دوام سالهای صاحب استقلالی تشکیل و بنیاد گردیدند، صدها نفر ساکنان محلی با جای کاری دائمی و معاش خوب تامین گردیدند. روبرت نایه افزود که ساکنان و تشکیلات و مؤسسه های نایه در جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی کشور 541 عدد انشاءات گوناگون تعینات را با مساعدت مقامات اجرایی حکومت دولتی نایه ساخته به استفاده دادند. طبق دستور راهنمایی های سروری آبادگر و سازنده وطن پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان، بخشیده به 35 سالگی جشن بزرگ ملت استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 595 انشاءات نوی تعیناتشان گوناگون ساخته خواهد شد که الکای تا امروز 22 عدد آن مورد بهره برداری قرار گرفته است. همچنین در برنامه خیش نمایندگان حکومت مملکت و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوات ابراز داشتند که شاهراه بین المللی دوشنبه خوجند چنوق و راه عینی پنجگین در بالاروی سطح اقتصادی و اجتماعی اهالی نایه عینی نقش اساسی دارد. انتقال مال و محصولات خصوصا محصولات کشاورزی و کندنی های طبیعی با این راه در غنی گردیدن بودجه محل و اهالی نظر است میباشد. در این چورابینی از جانب نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوات و روبرت نایه به شخصانی که با فعالیت نظرسی خود در پیشرفت ساحه‌های گوناگون سهم گذاشتند تحفه و مکافات و افتخارنامه ها تقدیم کرده شد. برنامه رنگین فرهنگی که ادامه بخش تنتنه های استقلالیت دولتی بود از جانب اهل هنر در سطح بلند تشکیل کرده شده از جانب حاضرین بخشی پذیرفته شد. در چورابینی ایدانه ساکنان نایه کویستان مسیحا که با اشتراک نماینده حکومت مملکت، روبرت محلی و نمایندگان جماعت های دیهات نایه برگزار گردید، تاکید گردید که استقلال نشان اساسی دولتداری بوده، محض توسط این نعمت بی‌بها هر یک ملت در عرصه تاریخ با حمایت از شرف و ناموس و عاریت وطنداری به دولتداری ملی خود شرفیاب می‌گردد. استقلالیت رمزی هستی هر یک دولت و ملت است و این نعمت بی‌بها نصیب ملت کهن بنیاد تاجیک گردیده، برای ما سوی ملتان ثروتی بی‌نظیر محسوب می‌یابد. گفته شد که نوحه کویستانی مسجد زاده دوران استقلالیت بوده، با ابتکار پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ماه فوریه سال 1996 تشکیل گردیده است. قابل ذکر است که طول سالهای سوی استقلالی در دوردستن مناطق نوحه کویستانی مسجد انشاءات نوی ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی از جمله مؤسسه‌های نوی تعلیمی و تندرستی با شرایط های موثری تدریس و تعلیم و خدمت‌رسانی بنیاد گردیده، باعث پیشرفت و شکوفایی روزگار ساکنان منطقه گردیده است. دستاوردهای دوران صاحب استقلالی بازگوی آن است که نظام دولتداری ما تحت رهبری پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در مرحله خیلی خوب قرار داشته، در آینده نیز کارهای آبادانی و سازندگی باز هم گسترش می‌یابد. در جریان چورابینی به یک قطار نمایندگان فعال ساحه‌های گوناگون اجتماعی و اقتصادی نوحه
به شرف 31مین سالگرد استقلال دولتی کشور از نام مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوات و ناحیه کوهستانی مسجد افتخارنامه و سپاسنامه ها تقدیم گردید. همزمان در چهارابینی ایدانه از جانب سرایندگان سرشناس کشور و فرهنگیان ناحیه سرود و ترانه های وطن دوستانه صدا داد که باعث فرح و خوشحالی دوچند اشتراکشان گردید.